یک روز که از فلکه دوم تهران پارس اگر اشتباه نکنم تا میدون پروین به سمت خاک سفید، عزیزانی که میدونن الان من نمیدونم اسمش چی شده دیگه، بله، تو اونجا من رفتم یک از دوستانم رو ببینم، یکی از ایمانداران رو، این راه رو پیاده میرفتم و یک روز وقتی داشتم میگفتم خدایا آخه من برای چی بیام از ایران حرکت کنم بیام بیرون، حالا اگر اومدم تو تمام این درا رو برای من باز میکنی، منظورم درای فرودگاه بودش، و باور کنید همون لحظه دیدم دست من انقدر گرم شد، نگاه کردم مسیحه، خدا من مسیح رو کنارم دیدم و به من گفت ای کاش به جای این درهای فرودگاه به من گفته بودی که در آسمان رو برات باز کنم. و من همون موقعی که داشتم راه میرفتم در روح توبه کردم، گفتم خدای منو ببخش، درهای آسمان رو برای من باز کن. من تو رویا دیدم که درهای فرودگاه داره باز میشه، حتی دیدم که توی آسمان یک در بزرگ خیلی قدیمی هست، اونم باز شد برای من. وقتی که رسیدم به این دوستم شهرام که ایشون الان یکی از خادمین هستن در بلژیک هستن، رسیدم به شهرام، شهرام گفت تو کجا بودی؟ گفتم تو راه بودم. گفت نه نه نه، چهرت داد میزنه تو دعا میکردی. گفتم تو راه. منو بغل که کرد گفت حضور خدا چقدر در تو ملموسه. گفتم بهش، گفت رسول تو تا حالا من فکر کنم 20 تا رویا دیدی و گفتی 20 دفعه خدا بهت گفته از ایران بزن بیرون. من خواب دیدم با یه کرولاق از ایران دارم میرم بیرون، دارم من تمام زندگیمو میفروشم میرم، تو دیگه کی هستی؟ گفتم آره من یه مقداری سخت هستم تو این چیزا. و وقتی که خداوند شرایطو باز کرد برای من و خانواده‌ام، باور بفرمایید در طول 15 روز کار ما درست شد قانونی، چون وقتی رفتم چه شبانم برای من دعا کرد، گفت خدا میگه کارهای تو همه قانونی میشه، هیچ نترس، نگران نباش، قانونی کارهای من درست شد. به اتریش اومدم و دوباره این برادر که گفتم بعدم و یوحنا توی تورلاک هستن، ایشون هیچ شناختی من نداشتم، دوباره منو پیگیری کرد، ایشون اسپانسور من شد. وقتی رفتم اون سازمانی که باید کارامون انجام میداد، گفتن این سازمان بسته شده و یه تعداد از ارامنه و آشوریای عزیز ما اونجا بودن برای گرفتن پناهندگی از آمریکا، گفتن همه برید. منم مثل اونها داشتم می اومدم، یه خانم هندی که فارسی بلد بود منو صدا کرد، گفت شما برای چی اومدی اینجا؟ گفتم منم مثل این عزیزان برای پناهندگی. نه گفت شما ارمنی هستید آشوری؟ گفتم نه من فارس هستم و این اتفاقا برام شهادتمو گفتم. رفت یه کاغذ اینقدری برای من آورد، گفت به کسی نگی، خدا با قلبم صحبت که من این تاریخو به تو بدم برای سفارت آمریکا. و زمانی که رفتیم ما سفارت آمریکا، موقعش که شد که بریم اعلام کنیم، به ما همه گفتن اگر شما رفتید اونجا 2 ساعت 3 ساعت شد، شما دیگه پناهندگیتون از آمریکا گرفتید، اما اگر سریع شما رو رد کردن، بدونید که شما دیگه رد شدید. راستیتش منم 3 تا صفحه کیسمو نوشته بودم، هیچ توش ننوشته بودم زندان رفتم، چرا زندان نرفته بودم، ننوشتم اطلاعات ما توی خونمون چون نیومده بود، من همه اون تمام اون چیزایی که بود گفته بودم. ولی در طول 7 ماه توی اتریش گوش کردن به جای صدای خدا، صداهای منفی مردم منو ترسون. و اونجا بود که گفتم چه کار کنم؟ گفتم ونوس جان بیا جلو بینم. گفت چه بابا؟ گفتم یادته تو مدرسه یه کتاب از کلیسا بردی دعوت کردن مادرتو خواست؟ گفتم اینو یه خوده بزرگش کن بگو به این سفیر. خودم هم گفتم چون اطلاعات میمد تو محل کار من، خودم هم نشستم گفتم اینو یه خوده آب و تابش میدم، یه خوده بیشترش میکنم که دل این سفیر رو من بتونم به دست بیارم. این قصه ما شد، یعنی دیگه از اون صداقت در اومد. ما وقتی رفتیم پیش سفیر، گفت اسمت چیه؟ برای چی اومدی؟ برای تعمید گرفتید؟ بله. لطفاً در تاریخ فلان بیایید. گفتیم وای تمام شد دیگه. با اطلاعاتی که گرفته بودیم از دنیاویا، نه اطلاعاتی که از خدا بگیرم. خیلی هوشیار باشیم. خدا وقتی با قلبتو صحبت میکنه، اون رو فقط حفظش کن. اجازه نده دیگری بیاد اون رو خرابش کنه. نه تجربه گذشته اجازه بده و نه اینکه اجازه بده صداهای منفی تو رو آزار بده. و وقتی که ما بلند شدیم، سفیرم بلند شد دست بده خداحافظی کنه، یه دفعه زهره دیدم بلند نمیشه. گفتم زهره جان بلند شو. گفت هیچ کدوم حرف نمیزنید، نه تو حرف میزنی نه ونوس حرف زد. دوباره من گفتم
آقا شما همه پرونده ما رو خوندید؟ گفت کاملا خوندیم. دیگه ما اومدیم بیرون، اومدیم ولی با گریه و عشق زهره. دیگه منم حالم بد بود، ونوس هم حالش بد شد، چون دیگه تمام زندگیمون رو ما گذاشته بودیم اومده بودیم و اون چیزایی که حتی ما نتونستیم خیلی هم بهتر بفروشیم اینا رو هم داده بودیم اومده بودیم، ولش کردیم، همه پولا رو خراب کرده بودیم پشت سرمون. یه کلیسای سوخته توی وین هست، عزیزانی که رفتن میدونن. من به خاطر اینکه هوای این بچه‌ها یه خورده روحیه‌شون عوض بشه اینها رو گفتم بریم تو این کلیسای سوخته. اولین صندلی که دیدم تو این کلیسا که اونجا دیگه حالت موزه داره، زانو زدم، گفتم خدای چرا منو آوردی؟ چرا الان باید بیام اینا منو رد کنن؟ چون اونجا هم رد می‌شدیم دیگه، ما نمیتونستیم حتی اتریش هم دیگه اقدام کنیم. روح القدس به من گفت دهان تو را من بستم و دهان سفیر رو بستم و دهان ونوس رو بستم که بگم کاری رو که من شروع میکنم من کامل خواهم کرد. وعده های خدا این گونه است. وعده های خدا با ما زندگی میکنه. وعده های خدا ربطی به شرایط روی زمین ما نداره، چرا که وعده های خدا در آسمان صادر شده. اگه مریض و ناتوان هستی مطمئن باش که خدا در آسمان صادر میکنه سلامتی رو. اینجا قوانین رو ما مغیر کردیم. قوانین روی زمین با قوانین توی آسمان کاملا فرق میکنه و اجازه ندید که یه موقع اسیر قوانین زمینی بشیم، چرا که مال ما نیستش. در انجیل لوقا 10:19 میخونیم که اعلام میکنه اینک شما را قوت میبخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قوت دشمن رو، آن چیزی که فکر میکنی بر علیه زندگی تو هست، بر علیه کار تو هست، بچه های تو هستش، قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید. چه چیزی تو ذهنت هست که میگی برای من امروز بده، ضرر من خواهد شد، مصیبت من خواهد شد، مشکل من خواهد شد؟ اگر به وعده های خدا ایمان داری، این کلام زنده خدا وعده خداست. آمین. بریم با هم دیگه مزمور 33:9 رو نیز بشنویم. زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. آمین. 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 کلام خداوند گفت و شد. اما یادمون نره تو این اتوبانه باید حرکت کنیم. شما نمیتونید در مسیر راه‌های دیگه بری. خدا راهو مشخص کرده. صبر و استقامت در حضور خدا، در کلام خداوند. در متی 24:13 می‌خونیم لیکن هر که تا به انتها صبر کند نجات یابد. و نیز در امثال 16:33 تفسیریش اعلام می‌کنه صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهر را تسخیر نماید برتر هستش. و این رو ما به توسط روح القدس نیز خواهیم داشت. و نیز یک مثال چینی میگه با صبر و بردباری برگ تو تبدیل به پیراهن ابریشمی میشود. اجازه بدیم و خداوند نیز این گونه عمل خواهد کرد. اما باز میخوام امروزم یه خود در تو کوروش هم یه صحبتی کرده باشیم. قبلا هم عرض کردم خدمتون کوروش یکی از نمونه های کتاب مقدس هستش که 150 سال قبل از این که کوروش به دنیا بیاد ما میبینیم که خداوند درباره او یهوه پیشگویی میکنه. آیا این رو میدانید؟ قبل از این که ما به دنیا بیاییم خداوند برای ما نیز برنامه گذاشته؟ آمین که گذاشته. شک نکن، فکر نکن پدر و مادر ماها بودن برنامه گذاشتن. هاشا، خدا برای ما برنامه داشته، چرا که روح خودش رو در ما دمیده. والدین ما به ما جسم دادن اما خدا به ما روح خودش رو داده، پس یک برنامه برای ما داشته. بریم بشنویم از کتاب اشعیا 45 از 1-3. خداوند به مسیح خیش یعنی به کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مخلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم. ببینید چه برنامه‌ای داره خدا. خدا برنامه‌اش رو داره میگه. خدا از کوروش که تعریف نمی‌کنه. خدا از رسول که تعریف نمی‌کنه. رسول کیه؟ جلال از آن خداست. امروز برعکس شده. به رسول میچسبن، به کوروش میچسبن، به اراده خدا نمیچسبن. که اراده خدا چی بود برای کوروش؟ کوروش یک نمونه است تا هر کدوم ما خودمون رو پیدا کنیم.
نه شکل کوروش، شکل خودت، همون خصوصیات اخلاقیت. اما خداوند در این مسیر تو رو برکت بده تا بتونی بیشتر از کوروش روی زمین مفید باشی. بله، تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود، چنین میگوید که من آمین. پیش روی تو خواهم خرامید و جاهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته پشتبندهای آهنین را خواهم برید و آمین. گنجهای ظلمت و خزاین مخفی را به تو خواهم بخشید. آمین. تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خوانده ام خدای اسرائیل می باشم. هاللویا. امروز اسرائیلی ما هستیم، نه اونها که توی کشور اسرائیل کنار اورشلیم یا بیت المقدس زندگی میکنن. اسرائیل یعنی فرزند خدا، یعنی شاهزاده، یعنی قوم خدا، و ما اسرائیلی هستیم. این وعده به ما داره داده میشه که بتوانیم با این وعده نیز زندگی کنیم. اما بریم نامه عبرانیان رو نیز از 6، نامه عبرانیان فصل 6 آیه 10 تا 20. ما در کنار این که این 4 جلسه رو داریم طی میکنیم، یک بررسی داریم میکنیم نامه عبرانیان رو. همان گونه که گفتم عبرانیان نویسندش مشخص نیست، اما عبرانیان داره با دو نوع تیپ صحبت میکنه. تا ازان آماده میشن میگم، یکی داره با یونانی ها و تفکر افلاطونی صحبت میکنه، تفکر سقراط، ارسطو داره صحبت میکنه، تفکری که تصور بر این میکنن این دنیا سایه حقیقت هست داره صحبت میکنه، و نیز داره با یهودیان صحبت میکنه، آنانی که به خدا ایمان دارن و آنانی که میدانن که اورشلیم آسمانی خواهد آمد، آنانی که میدانن نجات دهنده خواهد آمد، آنانی که میدانن که باید این دنیا از این حالت درآد و دنیای جدیدی نیز بیاد که شیر و بره با هم زندگی کنن و هیچ مشکلی نداشته. داره با هر دو تا تفکر نیز این نویسنده صحبت میکنه، و امروز صحبتش با ما هستش، با دو نوع تفکر. اگر تفکرتون کلام زنده خداست، بدونید وعده های خدا به شما داده شده تا دریافت کنی. حتی التماس نکن برای وعده خدا. چرا التماس میکنی؟ چیزی که به تو داده شده، چک سفید رو خداوند به دست داده، رقمش رو بنویس و دریافت کن. اگر ایمان داری، ایمان یعنی باور کرده باشی. اگر ایمان نداری، تمام این سخنان نیز بیهوده خواهد بود. بله بفرمایید. زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و آن محبت را که به اسم او از خدمت مقدسین که در آن مشغول بوده و هستید ظاهر کرده اید فراموش کنید. بله، چرا این رو میگه؟ در بین ایمانداران به طور خاص عزیزانی که قدیمی میشن، یه مقداری در این خدمت در طول زندگیشون دلشکسته و آزارده میشن، توی مشکلات قرار میگیرن، و همه ما خادم هستیم، همه ما. حتی وقتی شما میاید اینجا روی یک صندلی میشینید و کلام خدا رو داری گوش میکنید، تو داری خادم خدا میشی، تو داری آماده میشی، پس تو خادم خدا هستی. میخواد بگه خدا بی‌انصاف نیست، تو رو فراموش نکرده. امروز اگه تو این مشکل افتادی، توی وضعیت بد اقتصادی قرار گرفتی، فرزندانت اذیتت میکنن، همسرت اذیتت میکنه، همکارانت دارن تو رو اذیت میکنن، جسمت داره باعث آزار تو میشه، خدا میگه بی‌انصاف نیست، خدا انصاف داره. اون وعده‌ای که به تو توی آسمان داده حک کرده، اون متعلق به توست، اون رو دریافتش کن، چون مال تو هستش. خدا اون عهد رو نمیشکنه که بی‌انصاف بشه. بله، لکن آرزوی این داریم که هر یک از شما همین جد و جهد را برای یقین کامل امید تا به انتها ظاهر نمایید و کاهل مشوید، بلکه اقتدا کنید آنانی را که به ایمان و صبر وارث وعده ها می باشند. مثل موسی، خدا موسی را به اسم می شناخت. همین جان شما را به اسم می شناسه، کوروش جان تو را می شناسه، خواهرم، خداوند شماها را به اسم می شناسه و می شناسه شماها کی هستید. خصوصیاتتون را می دونه، احساساتتون را می دونه، نیازتون را می دونه، استعدادتون را می دونه، آرزوهای دلتون را می دونه. تا این درجه خدا به تو نزدیکه و کاملا تو را می شناسه. اجازه بده که او تو زندگیت عمل کنه. بله، زیرا وقتی که خدا به ابراهیم وعده داده، چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست خورد، به خود قسم خورده گفت هر آینه من تو را برکت عظیمی خواهم داد
و تو را بی نهایت کثیر خواهم گردانید. هاللویا. خدا برای اینکه وعده ما انجام بشه به خودش قسم خورده که من این کارو انجام میدم. حتما هممون تجربه داریم که والدین ما وقتی که میخواستن به ما یه قولی بدن و ما دیده بودیم چند بار این قولو انجام نداده بودن و وعده شکنی کرده بودن، میگفتن به جون مامان انجام میدم، به جون بابا انجام میدم. این کارو حتی خودمونم این کارو میکنیم، یعنی قسم به خودمون میخوریم که این بچه ما قبول کنه. و خدا داره این رو میگه. بله. و همچنین چون صبر کرد آن وعده را یافت. زیرا مردم به آن که بزرگتر است قسم میخورند و نهایت هر مخاصمه ایشان قسم است تا اثبات شود. از این رو چون خدا خواست که عدم تغییر اراده خود را به وارثان وعده به تأکید بیشمار ظاهر سازد، قسم در میان آورد تا به دو امر بی تغییر که ممکن نیست خدا در آنها دروغ گوید تسلی قوی حاصل شود برای ما که پناه بردیم به آن امیدی که در پیش ما گزارده شده است. گفتیم امید جوید. مرسی. گفتیم امید به ما در اصل چه چیزی رو در ما ایجاد میکنه؟ یک چلنجی رو که این توی مسیر اتوبان صبر و استقامت انجام میشه. در اصل اینجا خداوند داره میخواد، کلام خدا میخواد به ما بیاموزه که در این صبر هست که ما نیز وعده رو خواهیم گرفت. مثال ایرانی هستش که میگه گر صبر کنی ز قوره طلا سازی، حلوا سازی. میگم طلا بوده، پول و اینا. بله، میگه یعنی اینقدر طبیعتش عوض خواهد شد. صبر کن تا زندگی تو رو کاملا طبیعتش رو عوض کنه و بهترین رو به تو بده. و چرا ابراهیم، ما میبینیم که ابراهیم رو داره اینجا در این قسمت استفاده میکنه. علتش این هستش که وقتی که خداوند به ابراهیم وعده داد، ابراهیم برای وعده خدا 2 روز صبر کرد. بله، 2 ماه صبر کرد، 1 سال. کتاب مقدس منو عوض کنید، 25 سال میگه صبر کرد و بعد از 25 سال وعدهشو گرفت. چند ساله داری دعا میکنی برای وعدت؟ چند وقته؟ اگر خدا بهت گفته میشه منتظرش باش. به سنت نگاه نکن، به شرایطت و موقعیتت نگاه نکن، چون وعده های خدا نیز پایدار هست. بله. و آن را مثل لنگری برای جان خود ثابت و پایدار داری. مرسی. لنگر به مثال اون روز، یعنی امید، لنگری هستش که میتونه ما را از اون تلاطم طوفان ها نجات بده و اون رو رها میکنن بر روی دریا که این قایق زندگی ما رو حفظ کنه. امید ما خواهد بود این وعده ها. بله، که در درون حجاب داخل شده است، جایی که آن پیشرو برای ما داخل شد، یعنی عیسی که بر رتبه ملکی صدق رئیس کهنه گردید تا ابدالآباد. آمین. آمین. پیشرو همون گونه که میدونیم، یعنی کسی که رهبر هست و اون جلو هست و اون به ما میگه. پس اگه امروز عیسی مسیح پیشروی زندگی ما هستش، نسبت به وعده هات چرا میری با یکی دیگه داری مشورت میگیری؟ آقا الان طولانی شد دیگه، الان اقامت من شما نمیدونید. خیلی، یه وکیل بهتر سراغ نداری؟ یه دکتر بهتر سراغ نداری؟ یه نفر رو نمیشناسی بالاخره یه کاری بتونه بکنه؟ حالا هر کاری کرد مهم نیستش از نظر دلار، یه کاری بکنه. اگر نزد خدا رفتیم بمونیم، اون پیشروی زندگی ما هستش، اون کسی هستش که میخواد ما رو راهنمایی کنه. ما اگر نزد هر انسان دیگه بریم، مطمئن توی مشکلات نیز قرار گرفتیم. اما نکته دوم، وعده های خدا را چگونه دریافت کنیم؟ وعده های خدا ضرورت است، این رو بدونیم عزیزان. بر ایمانداران به مسیح تا تسلی یافته و در صبر و استقامت منتظر اراده خدا باشن. نکته اول رو میگم، وعده های خدا حقیقی هست. برای هفته گذشته بود، برای ایمانداران به مسیح تا تعلیم یافته و در هدف و انگیزه منتظر فیض خدا باشیم. لطف و محبت خدا برای ما هستش، باید اون رو نیز داشته باشیم. وعده های خدا ضرورت است برای ایمانداران به مسیح تا تسلی یافته و در صبر و استقامت منتظر اراده خدا باشیم. و ما میدونیم که در این مسیر وقتی که قدم برمیداریم، همین که میدانیم حقیقت و ضرورت است در زندگی ما و ما که به مسیح ایمان داریم، ما تعلیم میگیریم و آروم میشیم به توسط روح القدس. این تسلی در ما ایجاد میشه که ما بتونیم خوب صبر کنیم، خوب استقامت کنیم. چرا کلام خدا میگه پیوسته از روح خدا پر بشیم؟ چرا کلیساها تشویق میکنن کلام رو بخونید؟ چرا کلیسا تشویق میکنه که دعا بکن؟
برای اینکه بتونی با قوت بیشتری برای مشکلاتت و سختی‌هات نیز بیستی و این نیز تو رو برکت خواهد داد برای جلال نامش. و صبر و استقامت اولین مرحله هستش، با تسلی نیز ما صاحب اون میشیم و ما رو از داوری کردن نیز جدا میکنه. حالا حتما داوری نیستش که من بر فرض مثال پشت نوید عزیز داوری کنم که با من رفیقه، به خاطر اینکه دولت آمریکا نتونسته هنوز جواب من رو روی مزیم مسائل بده، در اون رابطه من میشم داوری میکنم. آخ الان اینجوری شده، وضعیت انقدر بد شده از نظر اقامت، من اقامت نمیگم، از نظر مالی من بیکار میشم، وضعیت بیمه بد شده، و با تخیلات اشتباه نیز به خودم و اطرافیانم آسیب میزنم. زنی که وارد فرودگاه میشه و تصمیم گرفته بوده که یک مسافرتی رو بره، متوجه میشه که هواپیماش یک ساعت تاخیر داره. میگه چه کار کنم؟ میره توی فروشگاه سالن ترانزیت یه دونه مجله میگیره و یه پاکت شیرینی هم میگیره و میگرده میره یه میز هستش که یه نفر نشسته، یه جای صندلی خالی هم هست، میره میشینه. یه آقایی بوده اونجا نشسته بوده، مجلهشو باز میکنه و دستشو میکنه توی پاکت شیرینی و یه شیرینی برمی‌داره میخوره. اون آقا میاد دستشو میکنه توی این پاکت، اونم یه شیرینی برمی‌داره. تو فکرش میگه عجب، نگاه کن این دیگه چقدر روش زیاده. دوباره دست میکنه یه شیرینی برم داره، دوباره اون آقام دست میکنه یه شیرینی برم داره. دیگه بالاخره اینقدر ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه دونه شیرینی بیشتر نمیمونه. این آقا دستش میکنه تو اون پاکت، شیرینی رو نصف میکنه، نصفش میده به این خانم، نصفش خودش میده. میگه این دیگه خیلی روش زیاده. بعد اینم بعد میگه خب دیگه یک ساعت تموم شده و مجلهشو برمی‌داره، میاد که در کیفشو باز کنه که بلیتشو برداره، متوجه میشه پاکتش هنوز تو کیفشه، پاکت شیرینیش. اینجوری میشه اگر من فوکوسم رو به خدا ندم، اونقدر مسائل اطراف زندگی من هست که من رو مشغول میکنه، به جای اینکه وعده خدا رو انجام بدم شروع میکنم داوری بر این و اون کردن، از همسرم، بچه‌ام، زندگیم، اون داره این کارو میکنه. برو در حضور خدا. باور کنید من حتی توی امور خدمتیم خادمین رو میدونم، تصمیماتی گرفتم بعد که اومدم انجام بدم رفتم در حضور خدا دعا کردم، حتی به عزیزان گفتم این کارو بکنیم، رفتم در حضور خدا، خدا من با قلم صحبت کردم این کارو نکن. برای چی این کارو میکنی؟ من به تو گفتم من پیشروی زندگی و خدمت تو هستم، چرا خودت تصمیم گرفتی؟ من خدای منو ببخش. و اونجا هم که حرف گوش نکردم خراب شده و این کارام کردیم، هم من هم خادمین، فرق نمیکنه، چون داریم میآموزیم. از این رو هست کلیسا شما عزیزان رو تشویق میکنه تا بتونیم حقیقتا در این مسیر نیز خوب قدم برداریم برای جلال نامش. دیگه بقیه‌اش میذاریم برای اینکه بریم با هم دیگه آخرین آیه رو نیز بشنویم. نامه عبرانیان 10:36 رو لطفا بیاریم. زیرا که شما را صبر لازم است تا اراده خدا را به جا آورده وعده را بیابید. آمین. 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 هللویا. اما یه آیه رو بیاین با هم حفظ کنیم. اینا معمولا ایمانداران حفظ هستن. فیلیپیان 4:13. بگیم. فیلیپیان 4:13. قوت هر چیز را دارم، با هم بگیم. در مسیح که مرا تقویت میکند. هاللویا. دیگه از این بهتر. امروز روح القدس با ماست و روح خدا هستش که ما را تقویت میکنه و قوت ما میشه. پس از اون بنا بشید، از کلام او، از وفاداری با او. هرگز 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 باورم نمیشه که خدا وعده‌ای که به من داده منو رها کرده. هرگز هرگز نمیدونم این من هستم که این کلیسا رو بنا کردم. هرگز میدونم خدا شروع کرده، خدا ادامه خواهد داد تا قومم شاید بریم با فیض مسیح کلیسا بنا کنیم. آمین. پس شما خودتو هیچ موقع محدود به این نکن و هر قول و هر وعده‌ای رو از خود خدا بگیر. عزیزان میدونم شما اینو میدونید، ولی خب اجازه بدید بگم این نامه‌ای هم که دیدید نوشته شد، این نامه نصیحت آمیز با عشق و محبت این نویسنده برای ماها نوشته شده. برای افرادی که مسیح ایمان ندارن نوشته نشد، برای ماها نوشته شده عزیزان. برای یونانی‌های ایماندار و برای یهودیان ایماندار نوشته شد و برای ماها، حالا از هر شهری هستیم، برای قومی‌های ایماندار، برای همه نوشته شده که این رو بدونن. پس فالگیره اجازه نده بهت بگه چه کار کنیم. قهوه میخوری تو نگاش نکن، به فلانی بگی بیا برای من اینو فالو باز کن ببین چی میشه. اینها قصهش تموم شده. یه شخصی میره پیش کفبین، بهش میگه که بیا یه نگاهی بکن ببین من کی پولدار میشم. اونم نگاه که
گفت 50 سال دیگه. گفت آخ جون یعنی 50 سال دیگه پولدار میشم؟ گفت نه 50 سال دیگه عادت میکنی به فقر. بله، وعده انسانیه. با وعده خدا زندگی کن و اجازه بده که بهترین باشی. اون جایی که ضعیفی بدون تعارف، تکیت به وعده خدا نیست، تکیت به افکار خودته، به تخیلات خودته، به سخنان دیگران هست. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم و تمام آنچه که به عنوان آرزوی دلت هست، نیازت هست، همه رو نزد مسیح ببر. یه گواهی ایمانم خواهیم شنید بعد از دعا از عزیزان و بعد ادامه خواهیم داد. هاللویا پدر عزیزم، هاللویا خدای قدوس، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم پدر جان که فیض و رحمت تو هست که ما رو حمایت میکنه. خداوند انسان کیست؟ ای پدر عزیزم، من به اتفاق تمام عزیزانی که اینجا هستن خداوند در روح زانو میزنیم در مقابل تخت رحمت تو. از تو میطلبم پدر، امروز که روز تو هست، امروز که خداوند وعده تو بر ما بود که ما رو ملاقات تازه ای میکنیم، امروز که زمانی هست که خدای قدوس تو میخوای به توسط روح القدس یک قوت تازه ای به ما عطا کنی، در نام پرجلال عیسی مسیح، آنچه که تا به امروز ما انجام دادیم، چه دانسته و چه ندانسته، به عنوان اشتباه و گناه، مطابق فیضت با خون مسیح کفاره کنه خداوند. و خواهش میکنم ای پدر عزیزم، وعده های نیکوت رو برای تمام عزیزانی که اینجا هستن و برای ویژن کلیسا، خادمین و من، به آنچه که نسبت به خانوادمون، نسبت به کارمون، نسبت به رابطه هامون، زندگیمون، هر آنچه که هست، در نام عیسی مسیح این وعده رو با امید و عشقی تازه در قلب مای خداوند، مطابق فیضت ای مسیح خداوندم، ای پدر جان چندین برابر کن تا نام تو رو ای خداوندا با ایمان اعلام کنیم و نام تو رو جلال بدیم، چرا که حقیقتن ای خدا آنچه را که تو گفتی شد و ما ایمان داریم در ملکوت تو هستیم و تو ما را هرگز رها نخواهی کرد، در نام عیسی مسیح آمین. از خواهر عزیزم میخوام آزی جان یه دقیقه بیاد اینجا تا عزیزان آماده میشن. ما سه شنبه ها رو با هدایت خدا، اینم وعده خدا بود، صبح زود داریم میایم اینجا برای دعا و بسیار گواهی های ایمان داریم که خداوند چگونه عمل کرده. آزی عزیزم نیز یکی از این گواهی های ایمان هستش. لطف کن لطف کن میکروفون رو بدید. نه باشه به هر حال نه صداش صدا منم میرسه ولی خب آره میخوام لطفا اگر میشه اینم ضبط کنید، اگه نه ممنون میشم. درود بر همه. من واقعا به ایمان و به دعا خودم یکی ایمان 100% به عیسی مسیحمون داریم، جلال نام عیسی. و ماهی پیش یکی از دوستان من به من زنگ زد، گفتش که عزیزم من میخوام که وقتی میری چرچ برای من به کشیش رسولتون بگیم خودتون و ایشون برای من برای دختر من دعا بکنن. گفتم چی شده؟ گفت دختر 24 ساله یه قده در سینه‌اش پیدا شده که خیلی نگرانشون کرده. خلاصه هی آزمایش و اینا، گفتم من که حتما دعا میکنم. اومدم به کشیش رسول گفتم که همچین درخواستی شده و ایشون دعا کرد، ولی گفت خودش بیاد اینجا. و من به ایشون گفتم که دوستم گفتم با دخترت نگار بیا کلیسا. یک شنبه متاسفانه نمیتونست بیاد. گفتم خب سه شنبه صبح با هم میریم. و هفته پیش آمدن اینجا و همگی با هم دعا کردیم، کشیش رسول دعا کرد و این سه شنبه بایوپسی داشت که تمام دکترها همه گفته بودن که 99% این قده کانسره. دعا که کردیم کشیش رسول نبوت کرد، گفت تمام جواب خوب میگیری. و این سه شنبه دو روز پیش وقتی تو بیمارستان بعد از برنامه ها بعد از ظهرش به من زنگ زد گریم که از خوشحالی، گفتش که بایوپسی تموم شده، آزمایش ها همه آمده، همه چی کلیره، گفتن اصلا قده سرطانی نیست. و واقعا اصلا تمام من خودم از این طرف گریه میکردم، گریه خوشحالی که یه دختر 24 ساله واقعا گفته که دوباره این سه شنبه میاد که خودش که اینجا خودش شهادت بده با کشیش رسول صحبت آمین. کنه. آمین. واقعا سال من اینه، ایشون که مسیحی نبودن. نه. هاللویا. ما فرزند خدا هستیم، نه رسول. تو خواهر من، تو برادر من، وقتی به مسیح ایمان داری
در اقتدار نام مسیح دست بر مریضان بگذار تا شفا یابند. این کار شیطانه، تو رو محدود میکنه، اجازه نمیخواد بده که خدا از تو استفاده کنه. ضعف تو رو به رخت میکشه، میگه تو این مشکل رو داری، تو دیروزی گناهو کردی، تو این اشتباه رو کردی، بهت نمیگه که عیسی مسیح وایساده تو بکنی تا تو بخشیده بشی، فقط ضعف تو به رخت رو میکشه. همون موقع بگو در نام عیسی مسیح شیطان دور شو، ای روح القدس از تو میخوام این شخص شفا بیابه، و مطمئن باش که خداوند نیز عمل خواهد کرد. آمین. مرسی عزیزم. آمین. مرسی. خدا دارم.